سرخط تازه ترین خبرها. اردوغان و طالبان، دیروز دشمن، فردا دوست. همچنان در پایان، سکس کردن ملالنده جدید. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری جنل یوتیوبان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز جنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. با نقل از صفحه رسمی اندیشه های آزاد، ملالنده ملای تعویض نویس که باید خط بینی میکشید. ملایی که سوره های قرآن شریف را درست یاد ندارد و سر بچه ها در مدرسه بچه بازی میکند. گرفته شده از صفحه رسمی اندیشه های آزاد. همچنان این در حالی است که اردوغان و طالبان، دیروز دشمن، فردا دوست. خبرگزاری افاق، مشخص نیست که روابط ترکیه با طالبان در چه سطحی است. اگر طالبان در طول 20 سال گذشته کمتر نیروهای ترکیه مستقر در افغانستان را آماج حملات نظامی قرار دادند، اما این تصور که آنها نیروهای ترکیه در افغانستان را به مثابه نظامیان یک کشور مسلمان بپذیرند دور از انتظار به نظر می رسد و با هدف اعلام شده طالبان مبنی بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان منافات دارد، و ویژه از این حیث که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو در افغانستان حضور دارد، نه به مثابه یک کشور اسلامی. یعنی اردوغان نمیتواند پس از 20 سال دشمنی با طالبان در آینده با آن گروه دوست و متحد باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که طالبان باید از اشغال خاک برادران خود دست بردارند. آقای اردوغان در پیوند به هشدار گروه طالبان در مورد ادامه ماموریت این کشور برای تامین امنیت میدان هوای کابل گفته تصمیم دارد با طالبان در این مورد مذاکره کند. او روز دوشنبه 28 سرطان گفت طالبان باید بلافاصله به جهانیان نشان بدهد که صلح در افغانستان تامین خواهد شد. آقای اردوغان به تشدید خشونت ها در ولایات افغانستان اشاره کرده و گفته است روشی که طالبان در این جنگ پیش گرفتن برخورده نیست که یک مسلمان با مسلمان دیگر انجام دهد. ماه گذشته در نشست سران اعضای ناتو در بروکسل موضوع واگذاری امنیت میدان هوایی کابل به ترکیه میان رهبران آمریکا و ترکیه مطرح شد. تردید وجود ندارد که ترکیه به عنوان کشور مسلمان که همزمان به دنبال امپریالیسم بانک ترکیه است علاقه زیادی به استقرار نیروهایش در افغانستان داشته باشد. این مهم در پوشش ماموریت ناتو در افغانستان کامل امکان پذیر است. از سوی دیگر ترکیه انتظار دارد که ماموریت نظامیش در افغانستان به عنوان کشور مسلمان مورد استقبال طالبان نیز قرار بگیرد. در این زمینه به نظر می رسد که آنکارا با اسلام آباد نیز وارد زد و بندهای پنهانی شده باشد. با این حال چندی پیش طالبان بیانیه صادر کردن و در آن حضور نیروهای ترکیه در افغانستان را اشغالگرانه خوانده و بر استادگی و مبارزه خود با آنها به مثابه نیروهای اشغالگر هشدار دادند. این بیانیه آب سرد روی دست اردوغان ریخت. سخنان اخیر اردوغان نیز که به نظر می رسد روی کرده طالبان در زمینه اشغال نظامی افغانستان را به چالش کشیده، به نحوی پاسخی به میانه مورد اشاره طالبان معصوب می شود. اردوغان اگرچه موضوع طالبان مبنی بر عدم پذیرش حضور نظامی ترکیه در افغانستان را تکذیب کرده، اما در عین حال از آمادگی کشورش برای مذاکره با طالبان در این زمینه خبر داده است. این موضوع به گونه پارادوکسیاکال محسوب می شود، اما در عین حال نشان می دهد که ترکیه همچنان علاقمند است به حضور نظامیش در افغانستان ادامه دهد و منافع راهبردی که از این راه گذر در نظر دارد
دست پیدا کند. ادامه حضور نظامیان ترکیه در افغانستان و بهانه حفاظت از میدان هوای کابل دست کم دو منفعت بزرگ برای آنکارا خواهد داشت. یکی این که معجب می شود آنکارا از ناتو و آمریکا امتیازهای بزرگ مالی به دست آورد و از جانب دیگر به توسعه طلبی اردوغانی در جهان اسلام کمک قابل اعتنایی می کند. در این میان و با توجه به این که کابل از این تصمیم استقبال کرده و همچنین ترکیه مایل است که از نیروهای پاکستانی نیز در این خصوص استمداد بجوید، تنها مانع بزرگ موجود در این مسیر طالبان هستند. مشخص نیست که روابط ترکیه با طالبان در چه سطحی است، اگرچه طالبان در طول 20 سال گذشته کمتر نیروهای ترکیه مستقر در افغانستان را آماج حملات نظامی قرار دادند، اما این تصور که آنها نیروهای ترکیه در افغانستان را به مثابه نظامیان یک کشور مسلمان بپذیرند دور از انتظار به نظر می رسد و با هدف اعلام شده طالبان مبنی بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان منافعات دارد، با ویژه از این حیث که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو در افغانستان حضور دارد. نه، به مثابه یک کشور اسلامی، یعنی اردوغان نمیتواند پس از 20 سال دشمنی با طالبان در آینده با آن گروه دوست و متحد باشد. افزون بر این، تصور می شود که پاکستان و ایران نیز با حضور نظامیان ترکیه در افغانستان مخالف باشند، زیرا هر دو کشور برای توسعه قدرت و نفوذ خود در افغانستان اسلام تلاش می کند و به نحوی در این زمینه با ترکیه در رقابت هستند. به این ترتیب مخالفت طالبان با حضور نظامیان ترکیه و بهانه حفاظت از میدان هوای کابل می تواند مخالفت ایران و پاکستان نیز به حساب بیاید، زیرا این دو کشور بر طالبان نفوذ دارند و در این زمینه بر مواضع آن گروه تاثیر می گذارد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقاتی خوش داشته باشین. تا ویدیو